سلام دوستان وقتتون به خیر باشه اخیرا یک فیلم در شبکه شما منتشر شده این فیلم مربوط به اقامه نماز در خیابان های آمریکا هست و به بهانه این میخوام چند تا نکته خدمت دوستان مذهبی خودم و دوستان ضد دین خودم بگم دوستان ضد دین که میگم منظورم اون کسانی است که آمده اند تولید محتوا بکنن علیه دین تولید محتوا بکنن برای اینکه جامعه ایران دینگوریز بشه قبلش یه نکته رو داخل پنتز بگم اگر مخاطب قدیمی بنده بوده باشین البته مخاطب قدیمی هم نه همین هفته پیش هم اگر مطلب من, من رو دیده باشین یه ویدیو خدمت شما ارائه دادم این سوال رو مطرح کردم چه کسی پرچم داره اسلام در آینده خواهد بود این سوال مهمه ها اگر اسلام رو باش دشمن باشیم همین سوال مهمه چرا چون ما داریم از یک دنیایی صحبت میکنیم که این دنیا میتونه به سمت اسلام هدایت بشه و اگر هدایت بشه خب تو این همه مثلا آدم پارچه به سر توی قوم و جاهای دیگه داری تو در آینده این دنیایی که داره به این سمت هدایت میشه پرچمدار خواهی بود کشور تو میتونه دار باشه یا پرچم دستی کسای دیگه قراره بره دقت این چی شد از این زاویه میخوام ماجرا رو بررسی بکنم قبلش رو صحبت من دارید یکی از فیلم های مربوط به این قضیه رو مشاهده کنید فیلمی از سمت به نیویورک اقامه نماز در نیویورک نشون رو میده مشابه این خیلی زیاد در شبکه شما منتشر شده مربوط مص... چجوری بگم افتار مسلمان ها در آمریکا های این شکلی بعضی از کاربرها اومدن گفتن که آقا داریم حسینیاش میکنیم کاخ سفید رو دیگه داریم اصلا میریم مثلا تو حسین جمعیت رو نگاه کف خیابونشون نمی نماز میخونه بعضی دیگه گفتن که آقا این حرفا چیه اصلا آمریکای کشور آزادیه این خیابونی که امروز در اختیار شما گذاشتن نماز بخونید دیروز در اختیار همجنس بازا بوده میکنی. چرا پیچیده‌اش میکنید چرا الکی جوینی به ماجرا خیلی پیچیده نیست من به هر دو تا نگاه میخوام احترام بذارم یه نکته میخوام بگم و اون نکته اینه ما الان داریم از آمریکایی صحبت میکنیم که این آمریکای جمعیت مسلمانهاش به چهار میلیون نفر کمتر یا کمی بیشتر رسیده درسته یعنی حدود یک درصد جمعیتش مسلمانه میگن تا سال 2050 این عدد قطعا از دو درصد عبور میکنه یعنی ما از آمریکایی صحبت خواهیم کرد که بین 8 تا 10 میلیون نفر از جمعیتش مسلمانان خواهند اینجا یک سوال جدی پیش میاد در همچین آمریکایی که داره میره به سمت اسلام که طبیعتاً شعارهای در حمایت از فلسطین درش جدیتر شنیده خواهد شد همین الان توی کنگره آمریکا شن... شنیده میشه چون مسلمان ها دارن زیاد میشن دیگه نماینده دارن توی از فلسطین دارن حرف میزنن یا سریاش هم لزوما رفیقتون نیستن حالشون از تو ایرانی به هم میخوره ولی حرفای تو رو دارن میزنن چرا چون با تو هم فکرن دیگه خب در این آمریکا که در آینده داره به این سمت به طور جدیتر هدایت میشه چه کسی پرچم داره اسلام خواهد بود این سوال سوال جدیه من و شما پرچمدار خواهیم بود یا عربستان سعودی عربستان سعودی که 90 میلیارد دلار برای ترویج وهابیت یک تفکر بسیار خطرناک و جنایتکار هزینه کرده این تفکری که هم برای اسلام خیلی از داشته مسلمان ها چه شیعه و چه سنی اگر بخوان یک چیزی رو برای خودشون هزینه ساز و هزینه دار بدونن اون وهابیت به شدت به اینها در طول این سالها و به اعتبار اسلام ضربه زده عربستان 90 میلیارد بر اساس اون چیزی که مز... مراکز پژوهشی کشور انگلستان بهش اشاره کردن در این قضیه هزینه کرده خب این عدد خیلی عدد بالایه شما چی داری در جامعه آمریکا یعنی کشوری داره مسلمان میشه ولی لزوما همسو نیست ممکن عربستانی بشه ممکن نگاهشون نزدیک بشه به نگاهی که عربستان دوست داره نگاهشون نزدیک بشه به نگاهی که داعش دوست داره القاعده دوست داره تو کجا داستان تعریف میشی خب ما اگر بخوایم خودمون رو بررسی بکنیم تلاش هایی در طول این سال ها داشتیم ولی این تلاش ها بوده من اگر بخوام مثال بزنم یک قهرمان ایرانی رو مثال بزنم شهید سید محمود موسوی اگر اسم ایشون رو اشتباه نگم مردی که یه مدت آمریکایی‌ها بهش حساس شدن یعنی خیلی داره موثر کار میکنه حتی بازداشتش کردن بعد توی زمانی که بازداشت شد یه سری مسلمان شدن اونایی که با این در یک بودن اینها مسلمان شدن و به رحمت خدا رفت به شکلی خیلی مشکوک و خیلی قابل تعامل ایشون در اون بازه زمانی که در آمریکا حضور پیدا کنه هم خیلی در ترویج اسلامی که اسلام حامی وحدته و اسلامی هست که ایران ازش حمایت میکنه نقش و هم خیلی در شدن ایرانی ها من این داستانه می که کسانی اومدن به ایشون برای پیشورد همین تفکر اسلام کمک کردن و حمایت کردن که اینا اصلا سنخیتی و دین نداشتن ایرانی هایی بودن که سنخیتی بودی نداشتن خیلی چیز عجیب و غریبی بوده خب یه تلاش این شکلی داریم میبینیم یه تلاش هم تلاش عربستان سعودی و چیزهایی از این دست هست ما در شبکه اجتماعی افراد و گروههایی رو میبینیم خیلی پرتعداد نیستن ولی اینها دارن تلاش میکنن که جامعه ایران دینگوریز بشه جامعه ایران نسبت به دین و نسبت به آن چیزی که ما بهش میگوییم مذهب دچار تشکیک بشه چه کسی از این ماجرا سود میبره اگر فردای دنیا فردایی باشه که ملت ها دارن گرایش پیدا میکنن به سمت این اسلامه در یک همچین دنیای چه کسی سود میبره از اینکه جامعه ایران دینگوریز بشه فاصله بگیره از این داستان و نسبت به این باور مشکل پیدا بکنه ایران ما سود میبره در آینده این دنیا یا عربستان سعودی سود میبره وهابیت سود میبره امارات سود میبره فکر کنم دومی دیگه اونها دارن منفعت خودشون از این ماجرا میبرن تو داری یک ایرانی که میتونه در کنار تو پرشمدار باشه و دیگران رو با خودش همراه بکنه رو به سمت حاشیه میبری به سمت بحران میبری حاکمیتش رو به چالش میکشی مردمش رو به چالش میکشی باورهای دینیشون رو با تشکیک روبرو میکنی و از طرفی خودت داری تلاش میکنی میلیاردی هزینه میکنی برای اینکه تفکر مورد نظر تو در دنیای امروز ترجمه میشه این نکته رو میخواستم خدمت دوستان خودم عرض بکنم یک بار این ماجرا رو با تعمل نگاه بکنیم اقداماتی که ما داریم انجام میدیم خیانت به وطن ما هست چون بعضی مثلا طرفی او من دارم یه صرف تخصصی میزنم حالا البته چرت و پرتم داره میگه ها من دارم یه صرف تخصصی میزنم تو حوزه کاری خودم اصلا به مسئله این شکلی کنم به نفع کشورته یا ضرر کشورته تو چارچوب منافع عربستان تعریف میشه با این نکاتی که من خدمت شما عرض کردم یا تو چارچوب منافع ایران تعریف میشه فکر کنم اگر آینده دنیا رو آینده ای بدونیم که نزدیک به اسلام حساب میشه یعنی جامعه جهانی به این سمت بخواد گرایش پیدا بکنه در یک همچین دنیایی که مردم از این فاصله بگیرن و اینکه ایران نتونه پرچم داره این ماجرا باشه میتونه برای ما یک باشه در کنار این دوستان البته کسانی هستن که اینها هم به شدت در موثر بودن کارهای عربستان در اینکه جامعه ایران به چالش کشیده بشه در این حوزه نگاهش مثبت نباشه به این قضیه نقش داشتن اون هم مذهبی های افراطی و تندرویی هستن که خیلی در طول این سالها وطن ما ازشون ضربه خورد. اعتقادات ما ازشون ضربه خورده شهدای مطرح ما اونهایی که من بخوام مثال بزنم شهید متحری به شدت از این جماعت خرمقدس و عجیب و غریب ضربه خورده این رو لازم بود به بهانه این ویدیو خدمت شما عرض کنم و به بهانه یک جمله خیلی مهم به بهانه یک جمله خیلی مهم این جمله رو شما میخونم عضو دفتر سیاسی انصار الله اخیرا یک جمله رو به نقل از ایشون در رسانه منتشر کردن که من برای شما میخونم میگه که ائتلاف متجاوز و در رأس عربستان شرط گذاشتن برای اینکه جنگو تام کنن یک شرط گذاشتن جنگ یمن در صورتی کاملا متوقف می شود که انصار الله عقیده دینی خود را و ولایت خدا و رسولش را رها کرده و سرسپردگی به عربستان و آمریکا را بپذیرد یک عضو رسمی اینها داره میگه که یکی از شروطی اینها برای موزشن اینه اون کسی که داره وهابیت رو در دنیا ترویج میکنه به سراحت اومده گفته یعنی اصلا دیگه حرفش حمایت نیست میگه این مدل اسلامی که به تو یاد دادن رو بذار کنار این برای من حزین سازه برای من عربستان که ادامهش رو ببینیم میگه که اینها ما گفتن که این ماجرا رو عقیده دینی خودتون رو کنار بذارید همین گفته و شهادت و عضو دفتر سیاسی انصار این رو یکی از رسانه نوشته عضو سیاسی دفتر انصار به تنهایی کافی است که ثابت کند های عربستان مبنی بر جدایی حکومتش از وهابیت دروغ است این شرط اطلاف متجاوز و عربستان تاکید میکنه که آل سود و فرقه وهابیت دو قلوهای به هم چسبیدن که دارای یک سر مشترک هستن و تنها با مرگ میتوان آنها رو از هم جدا کرد دقت که چی شد دقیقا نکته که داره بهش اشاره میکنه این هست که به سراحت اینها دارن تلاش میکنن تفکر مسموم و خطرناک دینی خودشون رو که تفکر اسلام تفرق افکنانه و اسلامی هست که ازش خون مردم ریخته میشه رو ترویج بکنن خب این خیلی خطرناکه این خیلی سمه و این چیزی هست که اگر دنیای ما شرکت بکنه یک فاجعه میتونه برای همه ما رخ بده بعد داره تلاش میکنه به صراحت برگشته و از الله گفته گفته این مدل اسلامی که شبیه هست به اسلام ایرانی ها اینو بذار کنار بیاد که من واسه جنگ تمومه من اصلا مشکل ندارم با تو دلیلی برای جنگ با تو ندارم مشابه این به حزب الله لبنان هم گفته شده مشابه این به نیروهای مقاومت در سوریه هم گفته شده و این تلاش ها در حوزه رسانی داره انجام میشه یعنی به ایرانی ها دیگه اینا نگفتن ولی تلاش داره انجام میدن که تو به خودت بیبینی جامعه نسبت به این ماجره نگاهش متفاوت شده به بهانه این ویدیو دوست داشتم این ماجرا رو خدمت شما عرض بکنم باز خدمت دوستان خودم میگم قبلا این جمله رو خیلی خیلی بارها از من شنیدین و این جمله این هست که ما داریم در دنیای، زندگی میکنیم و به سمت دنیایی حرکت میکنیم که اگر میخوایم منافع کشور ما در اون تأمین بشه یکی از ضروریات این هست که بتونیم اسلام مورد نظر خودمان را که اسلام ها وحدت هست و اوسارش محور مقاومت در این منطقه بوده یعنی تو دیدی که جغرافیات داره بزرگتر میشه با این اسلامه این رو باید ترویجش بکنی باید کمک بکنی که ملت ها به این هدایت بشن نکته دیگه ندارم اگر احساس که نکته هست حتما به این ویدیو اضافه بکنید چند تا پیام دوست دارم با هم دیگه بخونیم یکی از دوستان من برای من پیام فرستاده گفته که سلام سردار رسانه البته سردا که نه سرباز نه سربار نباشیم هنر کردیم حالا خیلی ممنونم از پیام که فرستادیم ولی این ضروری بود که حتما بگم گفته که الان وقتش هست که سر اقتصاددانهای نخبه کشور فریاد کشید و گفت حالا نوبت شماست که در صف اول مشغول جنگ با دشمن شوید چون ملت دست و پای دشمن را قطع کرده و راه برای شما باز است اگر نجنبی تمام زحمات و خونهای ایثار و همه اینها در مرز خطر خواهد افتاد و مسئول آن شما نخبگان اقتصادی کشور هستید بسیار پیام مهمیه این نکته که ایشون داره بهش اشاره کنه خیلی بحث مهمیه اصلا یک جایی فکر کنم اخیراً آیت الله خامنه ای بود به این اشاره کرده بود یعنی به لحاظ مذهبی و به لحاظ دینی اومده و توضیح داده بود که چرا اون کسی که در حوزه اقتصادی داره در جهت این کمک میکنه که وضع مردم ایران خوب بشه این جهادگره اومده بود این رو توضیح داده بود بعد شرط داده بود که آقا یک جایی هست دشمن کشور از یک حوزه مورد هدف قرار میده الان جنگ اقتصادی رو شروع کرده دیگه تو اگر اینجا در مقابلش تعریف بشی یک جهادگر هستی و این داخل پرس خدمت شما بگم این مسئله انقدر مهمه این ماجرا انقدر مهمه که ما داشتیم افرادی رو که اینها به دلیل تلاشایی که انجام دادن تا فشار اقتصادی از روی دوش مردم ایران برداشته بشه به شهادت هیچ وقت فکر نمی کنم. فعلا بشه سریح درباره اینها اسم اینها و نکاتی پیرامون اینها رو بهش اشاره که در صحبت کرد صرفا میخوام اهمیت این ماجرا رو بگم و امیدوارم کسانی که نخبه های ایران هستن در این حوزه اهمیت این ماجرا رو درک بکنن دوست دیگر نوشته که سلام من از تاجیکستان هستم من از تحلیل های مقام معظم رهبری حالا یه چیزی گفتی که اصلا خیلی به ما نداره ولی گفته از سهلای ایشان فهمیدم که تمدن اسلامی اصلا جمله جمهوری اسلامی ایران به پا خواسته و آرمان های پیامبر به واسطه همکشار رو تحقق میپیونه تحلیه شما خیلی آنست. خیلی مخلص سمهلای که سرولم باشین این جمله که شما فرمودین رو شاید اگر یه سری از دوستانی که ایرانی نیستن بشنون بهشون بر بخوره. یعنی بگن که مثلا اصلا به ایرانی چه ربطی داره چرا ایران داره مصادرهش میکنه ببین من میخوام جمله شما رو این شکلی بگم الان پرچم دارشون ایران است اینو باید قبول کنیم الان پرشمدار شیرانه است اون اسلامی که میاد دعوت میکنه میگه آقا بیاد با هم رفیق باشیم برادر باشیم بعد سمرش توی منطقه خاورمیانه این هست که ناموس ملت ها از اون کسانی که در اقلیم کردستان هستن بگیریم که شد خیلی اعتقاد و مذهبی شما نخونه تا اهل سنت چیه همه اینها حفظ بشه در مقابل داعش خب اون همین اسلام است نمیخوام بگم شیعه است نمیخوام بگم سنیه این اسلام هم یه وحدت است که الان ایران پرچم شده و امیدوارم که بتونه به این منجر بشه این تلاش ها و این ایستادگی ها که یک تمدن واقعی به معنای واقعی کلمه در شرایطی که قدرت ها دارن به ازمهلال میرسن در منطقه ما و در جهان خودش رو نشون بده دوست دیگری در پیامشون نوشتن که سلام با عرض خستانشو به شما وطن پرست عزیز جایدن محلی به کامنت ما نمیدی خیلی ارادت دارم خدمت شما و همه دوستان چرا کامنت رو میخونیم لذت میبریم و امیدواریم که دل شما همیشه شاد باشه دوست دیگری گفته تشکر آقای تحلیلگر از برام خوبتون که ملیگرایان و اسلامگرایان حال میکنن با این گذاشات خوب شما خیلی مخلصم ایشالله که دلتون شاد باشه و ملیگرایان و اسلامگرایان همیشه حال کنن دلتون شاد باشه خیلی ممنونم این حسی که دارم از شما میگیرم خیلی حس مثبتیه و خیلی حالم رو داره خوب میکنه به خصوص وقتی میبینم رفقایی به شدت در کامنت دارن کمک میکنن که از طریق کامنت گذاشتن مطالب ما دیده بشه خب خیلی وزن داره کار بزرگ بزر... بزر... که شما دارید انجام میدید هم در یوتیوب هم در اینستاگرام به این که اون چی بگم سیستم بفهمه که این محتوا از نظر شما مهمه است و دوستان دیگری باید ببینن خیلی کمک میکنه از این بابت از شما ممنونم و از همه شما تشکر میکنم الهی که سربلند باشید و دل شما همیشه شاد باشه یکی از رفقا در خصوص روز تولدش 15 فروردین یه نکته گفته بود یه ویدیو دارم درباره برادر احمد که در اون ویدیو به بهانه این فرمانده قهرمان پیام شما رو هم خواهم خواند خیلی مخلصم دلتون شاد باشه وقتتون بخیر